با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه است، 12 اکتبر، روز در واقع همین کشف آمریکا بوده و کلمبوس 12 اکتبر است. امروز میخواییم در حضورتون اندکی در باب اخلاق صحبت کنیم. اخلاق جزء لاینفک فلسفه بوده است از قدیم. اتیکس، متافیزیکس، لاجیکس، اینا چند رشته بودن از معرفت که فیلسوف در بابش صحبت میکرد. تعریف اخلاق این است که چگونه ما میتوانیم بهترین طرز رفتار انسان را بیابیم، کشف کنیم و در جامعه رایج کنیم. بله، بنابراین اگر بگیم تعریف پالیتیکس یافتن بهترین طریق اداره جامعه است، اتیکس هم یافتن بهترین نوع رفتار انسانی است. اتیکس، اخلاق. عرض کنم که شنیده اید که مثلا میگوین فلان مملکت کشور اخلاقشون چنین است، یه جنبندی کلی میکنن، یک چیزی به دست میدهن که البته همباره اینها مغالطه تعمیم کل به جز هست. مثلا میگویم انگلیسی ها خسیس هستن، اسکاتلندی ها مردمان خسیسی هستن. خب اینو نمیشه بعد هر اسکاتلندی رو دیدی انگلیسی بکنی این آقا خسیسه یا لعیمه. یا فرض بفرمایید که آلمان ها مردمان متفکری هستن، یا فرض کنید ایرانی ها مردمان مهمان نوازی هستن، یا اعراب همچنین، اینا افتخار به اجدادشون دارن. هر قومی داره یک صفت و یک اخلاق است که به اون مشهور شده، اما 100% نمیشه باید گفت. اخلاق و خلقیات مردم به خیلی قضایا بستگی داره، من جمله جغرافی، به خصوص نوع حکومت، حکومت ها. به همین دلیل گفت الناس و علی دین ملوک هم. درست است. یعنی خلقیات دولتیان سرایت میکند به مردم. من مطمئنم خلقیات مردم ما امروز بر روی هم اگر جمع بندی کنیم با اخلاق و رفتار مردم ما در روزگار پادشاهی با هم حتما تفاوت میکند، حتما با هم تفاوت ها دارد. ما میشنویم که فلان اقلیت که از شوروی سابق آمدن، اینها بی اندازه حقباز و کلاهبردار هستند. خب بچه که کلاهبردار و حقباز از مادر به دنیا نمیاد. اینها محیط هست، همه چیز بستگی دارد به شرایط محیط، سوشال کاندیشن. من در این باب خیلی صحبت کردم، سوشال کاندیشن. شخص ساخته سوشال کاندیشن هست، یعنی شرایط اجتماعی در واقع. سوشال کاندیشنز در واقع بهتر است، یعنی شرایط اجتماعی آدم رو میسازه، اخلاق آدم رو میسازه. عرض میکنم که شیوه رفتار دولتیان و به وجهی که دولت اداره میشود، شما در یک سیستم استبدادی بزرگ شوید، حتما اخلاقتان با آدمی که در یک سیستم دموکراتیک گذاشته فرق میکند. کمایی که ایرانیان برادران ما که میان اینجا، فرض کنید در سن 40 سالگی 50 سالگی شکل گرفته این اخلاق و این شیوه تفکر و نگاه کردن به مردم و شیوه نشست و برخاست و سخن گفتن و غیره. بچه که اینجا به دنیا میاد کاملا اختلاف داره. این بچه خانواده ایرانی که در آمریکا به دنیا میاد دیگه نمیشود گفت این کارو بکن چون بابا میگه، بعد در میای سلام کن، بشین دو زانو اونجا مؤدب باش، این حرفا رو حالیش نیست. حرفا اصلا تو دیکشنریش پیدا نمیکنه این چیزا رو. رنگ محیط گرفته و تحت تاثیر تفکر و شیوه های رفتاری در واقع بچه های دیگه و محیط مدرسه و شیوه در واقع دموکراتیک مناسب بخش مناسبات، این بچه با هم فرق
اخلاقش. بعضی خانواده هم دچار مشکل میشن از این نظر. بعد یک دوست عزیزی خب دو تا دختر داشتن و دارن، یه روز به من زنگ زد گفت که آقا من دارم برمیگردم ایران. گفتم برای چه؟ گفت که اینجا ناموس نیست، دختر من دیروز با یه آقای اومده اینجا، گفته این بویفرند منه، آقا این اصلا قابل چیز نیست برای من، تحمل نمی کنم آقا چنین چیزی، ما ناموس داریم آقا، چنین ناموس. گفتم آقا حالا خیلی سخت نگی، اگه خواست این دختر شما این هست، 18 سالش هم هست، به تو چه رفتی داره مرد حسابی که حالا چی پیدا؟ گفت نه خیر فلان گردن کلفتی اینا. گفتیم حالا یه کمی شما راحت باش و اینا. و بعد از چند سال این دو دختر لایق، یکی از اینا پزشک شد، یکی دیگری وکیل خیلی خوبی شد و خیلی خوشحال کسانی که دوست داشتن و میپسندیدن انتخاب کردن و ازدواج کردن و بچه های موفق و خانواده خیلی خوشحالی هستن. یه روز گفت عجب حرفی به ما زدی. گفتم که بهت گفتم عزیز من حالا باید بری بزنی تو سر این دختر، بری بریش به فلان نمیدونم بچه آخوند و اون یکی اینا که فکر کنید مثلا ناموس حفظ کرده. آقا این حرفا رو من نمیدونم چی بگم. باری خدمتون عرض کنم، هر فضیلتی در مقابل یک رذیلتی هست. یعنی فرض کنیم ما میگیم خرد و خردمند در مقابل جهل و جاهل قرار میگیره، بله، شجاع و شجاعت در مقابل ترسو و ترس قرار میگیره. یعنی هر فضیلتی نقیض خودش رو هم داره. یا در مقابل آدم دنیا دوست پول پرست، آدم کریم بخشنده هم هست واسه صدر. و قس علی هذا، در مقابل هر فضیلتی یک رذیلتی هست. اساساً ریشه اخلاق نیک خرد هست. خرد، شجاعت که میگوییم چیز خوبی است، اگر بنمایش یعنی از سرچشمه خرد، آبش خورش سرچشمه خرد نباشه به درد نمیخوره، میشه بعد یک تحور بیخردانه. شجاعت این نیست که ما حالا نمیدونم در میدان جنگ الزاماً در اونجا محقق بشه، بعد نه، عقیده خود رو در محیط های بسته با دلاوری بیان کردن منتهای شجاعت است. وقتی که نگاه میکنیم در خیابان میبینیم یک پاسداری یک بسیجی چاقو کشیده حمله کرده به یه خانم جوان و یا کسی دیگر، اونجا ما اگر ساکت ماندیم آدم ترسو و بزدلی هستیم. اونجا باید معترض بشویم حداقل آقا به چه دلیل تو داری این کار رو انجام میدی؟ و نترسیم از عواقبش، نترسیم از عواقبش. متاسفانه به محضی که دیکتاتوری در مملکت ما برقرار میشه بعد ما شروع میکنیم ترسیدن و از بی‌انصافی ها روی خود رو برگرداندن. این کار رو شما در این مملکت آمریکا نمیتونید انجام بدید. بلافاصله اون شهروندی معترض میشه آقا داری چیکار میکنی؟ حداقل اینش که فوری زنگ میزنه پلیس، میگه آقا یه کسی داره اینجا چنین کار رو انجام میده. بنابراین ترس رو رفته رفته در جان شهروندان دیکتاتور عرض میکنم که جانشین میکنه که بتواند سیاهکاری هاش رو انجام بده. معترض نمیخواد داشته باشه، آدم شجاع لازم نداره. یه آقای دکتر کارسون هست، ایشون یه جراح مغزه و خودشو در واقع وارد رقابت های سیاسی کرده برای ریاست جمهوری. مرد سیاه‌پوستی است، پزشک خیلی دانایی است و موضوع اسلحه پیش آمده این روزها که بایستی قوانین رو سخت بگیریم و اسلحه رو از دست مردم نه ای که بگیریم چون با قانون اساسی در تضاد میفته، بلکه قوانینش رو سخت کنیم و چنین و چنان. ایشون مخالفت میکنه، میگوید که
گرفتن اسلحه دست مردم شجاعت مردم رو کم میکنه و مستبدین فقط هستن. اول کاری که میکنن خل سلاح میکنن مردم رو. چون وقتی همه مردم مسلح باشن کسی نمیتونه به اونها زور بگوید. این بلایی بود که به روز ما ایرانی آوردن. تا عهد قاجار ما مسلح بودیم. آقا رو بچه جوان ایرانی که بین من صدا من میشنوی میخوام بدانی که عزیزان ما تا روزگار قاجار و بعد مشروطه هم مسلح بودیم، اسلحه داشتیم. یک کسی میخواد ما زور بگوید یه چیزی داشتیم دفاع کنیم. اون چنان ما رو خل سلاح کردن این استبدادی که در واقع قلمتراش در دست ما موند و گوشکوبی این طرف و نمیدونم یه سپایه اون طرف و اگر مردم مسلح بودن شجاعتشون هم سر جاش بود. خب شما تصور بفرمایید یکی یه هفته رسشه میاد توی جمعی 200 نفر آدم نشستن همه شروع میکنن لرزیدن که چه بکنیم، همه رو میتونه بترسونه بکشه هر کار دلش بخواد بکنه چون اسلحه دستش. ولی اگه مردانی که اونجا هستن مسلح باشن یکیش ممکنه کشته بشه، نفر بعدی اسلحش رو برمیداره میزنه نمیکشه. این رایج کردن جبن و ترسیدن از دولت این صفت دیکتاتوری است. هیتلر هم خر سلاح کرد. بنده از شاهدان عینی شنیدم که مثلا یه بختیاری یه سرپر داشته، حالا بعد از چندین دوره خل اصلاح کردن و ناخون کشیدن و شاه سبنه را خل اصلاح کردن و بختیاری را خل اصلاح کردن و خرم آبادی را لورار خل اصلاح کردن و همه اینا را رسیده به این توتوش، رسیده به این جاندارمای مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد از این کار یه پوزپر از این تفنگای ماسکت اینجا میگویند یه گاهی وقتا برای اینو پر کنه، حالا یه تیری بندازه، یه کبکی بزنه، از گوسفندها شاید بتونه محافظت کنه. آقا بیارید ببرید، این اسلحه داره، تا اینجا چی کردن توی گل انقدر تو سرش زدن که این گفت بابرید فلانجا گذاشتن بردارید. تو بخوای دولت سرنگون کنی مسلح شدی از این داستان ها. باری شجاعت از بزرگترین فضیلت‌های آدم هست، اما بایستی ریشه در خرد داشته باشد. نگنه یک نوع تحور نابخردانه است. من این آدمایی که به خودشون بوم می‌بندن و می‌روند در جمعیت منفجر می‌کنند، خودشون می‌کنند، اینا رو مطلقاً به ابد من شجاع نمی‌شناسم. اینها رو یک آدمای سفیه و نادان جاهلی می‌شناسم که به طمع چیزی میروند و این جنایات عجیب رو انجام میدن. و در روسیه شوروی که شوروی که دیگه از بین رفت، روسیه وقتی رفتن بچه ها رو در اون مدرسه کشتن 300-400 نفر، این چچن ها که کار کرده بودن مسواک داشتن و ادکلون داشتن و شونه داشتن و همه اینا گیج و متحیر شدن که این دیگه چه چیزیست. یه آدمی که مثل بنده یا شما وارد بود به امور عرض کنم که شهر انور، اومد گفت بابا اینا رو برداشتن که تمیز کنن خودشون رو، اونجا بغل حوری میخوان بخوابن، اینا ریش نداشته باشن، دهنشون رو بشونن مرتب و پاکیزه برن خدمت حوری. بله خیام فرمود این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، پدر حوریای این دنیا درستن حوری های زیبای با قد و قامت متناسب. معلوم نیست اون 40 متری که بهت به قول میدادن که چه جانوری باشه. باری گفت نقدی ز 1000 نسیه خوشتر باشه. اینا شجاع نیستن. فکر نکن اینا شجاع هستن، دارای شجاعتی هستن، نه اینا شجاع نیستن، اینا بچه های فریب خورده هستن، به طمع یک چیز موهوم این کار انجام میدن. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم برگردیم. من امروز کتاب تلبیس ابلیس ابوالفرج ابن جوزی رو خدمتتون آوردم. اینا دو تا ابن جوزی هستن و از این کتاب نقل قول خواهم کرد، همچنین از کتاب
سفرنامه 14 جلد سوم که در باب اخلاق ایرانیان سخن گفته و همچنین زندگانی من احمد کسروی. موسیقی رو میشتم برمیان خدمتتون. این ابن جوزی که میخوام خدمتتون حالا یه تیکه ازش بخونم، در حدود سال اوائل قرن ششم به دنیا آمده. این عالم حنبلی بوده. در بغداد دو تا ابن جوزی داریم، یکی هم سعدی میگوید استاد من بود و مرا به ترک سماع گفت دعوت کردی و من نمیشنیدم، تا یک خواننده بدصدا دیدم اون من ترک داد. داستان شیرین است در گلستان. باری این کتابی نوشته است به نام تلبیس ابلیس و نقد کرده همه گروه های مختلف رو. صحبت اخلاق میکنیم، اینجا هم اشاراتی هست از کنم به حاجیان و به رافضیان و به صوفیان و غیره و اینها که برای شما خواهم خوند. اما میخوام خدمت شما عرض کنم که استبداد اخلاق جامعه رو فاسد میکنه. اولین چیزی که رایج میکنه رذیلت ترسه. ترس مردم رو ترسو و مطیع میخواهد، مردم رو گردن فراز و دلاور نمیخواهد، میخواهد که بترسن. به خصوص که فلسفه گسترش اسلام بر رعب بوده و ایجاد ترس و ایجاد وحشت. اینها وقتی که میامدن عرض کنم در یک شهری اگر مقاومتی بود و اینها، شب میرفتن سر مثلا 70 نفر از بزرگان شهر رو میبریدن، چنان که در قوم این کار کردن و بعد پرتاب میکردن تو کوچه ها. و سیاست اسلام از وقتی وارد مدینه شد مبتنی بوده است بر رعب. النصر به رعب، یعنی میخوای پیروز بشی باید ایجاد ترس و وحشت بکنی. و این سیاست جمهوری اسلامی هم بوده و نقل قول شده است از آقای علی خامنه ای رهبر مسلمین جهان که آقا یه معدودی رفتن مدینه با ایجاد رعب توانستن دولت درست کنن، ما هم باید ایجاد وحشت بکنیم و ایجاد وحشت هم کردن. بنابراین اولین رذیلتی که در جامعه رایج می شود ترسیدن از دولت هست. رذیلت دوم دروغگویی هست، چون در محیط استبدادی راست نمی شود گفت، نقد نمی شود کرد، معترض نمی شود شد. این است که مجبور می شوند مردم وقتی که می خوان حتی در یک جلسه خصوصی هم دو کلمه حرف بزنن با ترس و لرز عرض کنم دروغ بگن، یعنی نمی توانن نقدی بکنن و راست بگوین، دروغ گویی. و عرض شود خدمت شما که چاپلوسی یکی از بدترین رذیلت هاست. هر جای چاپلوس پیدا بشه کل اون محیط رو فاسد میکنه و زورگو رو جری میکنه در زور گفتنش. این چاپلوسان این جامعه رو فاسد کردن. بسیار داشتیم آقا چاپلوسان. چاپلوس که البته لغات مختلفی داره و اصطلاح مختلفی داره، با این زبانش یهو میگوید که 9 کرسی فلک نهد اندیشه زیر پا، تا بوسه بر رکاب غزل ارسلان زند. بله این شعر باید از موعظی باشد. بله موعظی که سعدی رو نقد کرده است که چه حاجت که 9 کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. یعنی 9 کرسی فلک که اونا بر این بودن که فلک 9 در واقع لایه داره، اون لایه نهمش دیگه به ثوابت هست و خیلی دور هست، میگوید که باسی اندیشه زیر پا بذار تازه برسه به رکاب قزل ارسلان. ببین قزل ارسلان دیگه کجا ایستاده. یا در توصیف یک قلعه میگوید ز سنگ انداز او گر سنگ جستی، پس از قرنی سر کیوان شکستی. اینا خب مبالغه‌های بی‌مزه است در حق پادشاهان و زورمندان. ادبیات ما پر است از اینها، پو موج میزنه از اینها. آخرین دیوانی که همه این دیوان از این چاپلوسی های بیمزه است در حق عرازل و اوباش قاآنی است. قاآنی شیرازی شاعر دربار ناصری. حالا بد نیست اگر کسی داره فضیلتی هست اون رو مدح کردن، به شرطی یک سر دروغ نباشد.
این قاهانی رفت پیش میرزا طی‌خان. اولین روزی که میرزا طی‌خان امیر کبیر که حقیقتا شخصیت کم نظیری در تاریخ مملکت ما بوده وارد شده است، یک قصیده خیلی بلندی گفته است که بله به جای ظالمی شقی نشسته عالمی تقی، که زاهدان متقی کنند افتخارها. گفت که خفه شو، این چه مردی که چه کار است، این چی میگه اینا. بودن قربان قانی شاعر معروف حضورت هست، شاعر دربار. گفت حقوق اینو قطع کنین اول، این چاپلوسه، این منم که فردا عزل بشم من میشم ظالم شقی، هر آدمی که بشینه اینجا میشه عالم تقی. تقی یعنی پریزگار. بنابراین این بابا رو حقوقش قطع کنین، ما مفخور چاپلوس لازم نداریم. گفتن قربانی گرسنگی میمیره، این شاعر دربار بوده. گفت چیکار بلده، چه فایده داره برای مملکت؟ گفتن آقا یکم فرانسه بلد. در آن روزگار میرزا طی‌خان از فرانسه داد روی کتابی آورده بودن آفات نباتی، در میاره از میزش میگه اینو بدین به این، این بره ترجمه کنه، به ازای هر صفحه یک قرون بهش مثلا بهش بدین. ولی کم بودن کسانی که از چاپلوسی بعدشان بیاید و این رو یک رذیله خوششان می آمد، حزمی بردن از چاپلوسی. بنابراین چاپلوسان شروع میکنن جمع شدن و بعد رفته رفته نفوذ کردن، آدم های شایسته رو از کارها برکنار کردن و این از رذالت های بزرگی است که در سیستم استبدادی وارد جامعه میشه. آخوند چه صفاتی داره؟ بدترین صفت ها از زمره بدترین صفت ها چیست آقا؟ که صوفیه میگوید اگر کسی دوچار این رذیلت شد به حقیقت دست پیدا نمی کند، به اون رذیلت ریاست، ریا. این ریا بدترین این هاست. حالا تقسیم بندی هم داره این ریا در کتاب های صوفیان شرح و تفصیل ها داره، یعنی کسی که ریاکار بود به جایی نمیرسه. دومی صفت آخوند طمع، طمع آخوند انتها نداره، آزمنده، دنیا دوسته، جان دوسته. عرض کنم که مفتخوره. شما در این حوادثی که در این اتفاق افتاده که اینا بر سر کار بودن شنیدید که یک آخوند بره بعد جنگ 8 سال جنگ شد، شنیدید یک آخوند زخمی بشه یا پسر یک آخوند؟ تمام اینها بچه هاشون در انگلیس، خیلی به انگلیس علاقه مندن، اینها سابقه شون با انگلیس از قدیم خوب بوده، اینها اونجا درس میخوندن، اونجا کیف میکردن با پول مردم. بعد بچه های مردم میگفتن برو رومین میری به بهشت، امیدوارم شهید شی. بچه بدبخت میگفت انشالله. این صفات، صفات دولتی، خب طبعاً گسترش پیدا میکنه در جامعه. دروغ گفتن که کار اینها بوده، اصلا کارشون رو اصلا خشت اولشون با دروغ شروع شده. ما چه انتظاری داریم؟ یعنی طوری میشود وقتی جامعه زاله شد در واقع، همه ارزش ها و عکس خودش تبدیل میشه. یعنی اگر در یک همچین محیطی کسی راست بگویه این مثل ضد ارزش شده، چون دروغ گفتن ارزش شده، کلاهبرداری شده ارزش. اگه کلاهبردار نباشی کلاهت پس معرکه است، به جایی نمیرسی. میسر نیست در چنین حکومت ها اخلاق داشتن، که البته خوب همواره معدودی بودند که دامن فرا چیدن از اینجور داستان ها و از این از کنم که حکومت ها و کنج عزلت گزیدن و همونا بودند که فرهنگ مملکت هم نگه داشتن و اینا و چیزها نوشتن و داستان ها داره که من واردش نمیشم. اینجا در باب ریاکایی در حج رفتن ابن جوزی چیزها نوشته است. اول از رافضی ها انتقاد کرد، یعنی شیعیان. این آقا وقتی می رفته به سر منبر تا 10,000 نفر 15,000 نفر می آمدن که ببینن آقا چه میگه. خلیفه هم خودش می رفت به پای منبر ابن جوزی می نشست بعضی اوقات کنار منبر که آقا چی می گوید.
مؤلف گوید همچنان که ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتن، عده دیگری را با غلو در محبت اون حضرت فریف، تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدن و بعضی گفتند از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادند و حتی تکفیر کردند که حق علی را غصب کردند. و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشاره کنیم، نقل است که اسحاق ابن محمد النخعی الاحمر می گفت، بعد نقل قول، علی همون خداست تعالی الله. و در مداین جماعتی از قلات معروف اسحاقیه منصوب به دو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد حسن ابن یحیای نوبختی به دستم افتاد. این نوبختی ها ایرانی بودن، فراموش نکن، در رد قلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه است. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما، یعنی نوبختی، دیوانگی وی را به قالیگری کشانید، اسحاق ابن محمد معروف احمر است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است گاهی حسین، و همون محمد را مبعوث نموده است، یعنی علی محمد را مبعوث نموده. مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر و عمر را کافر دانند و بعضی گویند پس از پیغمبر مرتد شدند. بعضی از رافضیان از غیر علی تبری نمایند و نیز نقل است که شیعیان زیدی را به تبری از مخالفان امامت علی فرا خواندند و چون امتناع نمود او را رفض کردند و بدین مناسبت رافضه نامیده شدند. قالی یعنی غلو کننده، قالی یعنی کسی که غلو میکنه در حق چیزی. اینا بعدی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید. از جمله قلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و فروردگار در دست است و سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود پیروان عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر طیار را که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و اون نمرده است و امام منتظر است. دیگر قرابیان که علی را شریک نبوت محمد می دانستن و چنین و چنان، که میگه خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را به دو واگذاشت. دیگر زمامیه هستند که جبرئیل را مذمت کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. مصنف گوید قلب در حب علی رافضه را بران داشته که احادیث بسیار در فضایل او وعظ کنند که بعضی از اونها را در کتاب الموضوعات یاد کردم، و از اون جمله از حدیث رد و شمس که آفتاب از مغرب به خاوران برگشت تا حضرت نماز عصرش را که فوت شده بود بخواند. یعنی حضرت علی علیه السلام نمازش یادش را، آفتاب هم رفته بود به مغرب، به محضی که متوجه شد آفتاب برگشت. به نام حدیث رد و شمس عرض میکنم بنیاد کار اینها دروغه، اینا نمونه هاشه. خب که فوت شده بود بخواند. و نیز رافضیان چندین صحابه را سب کنند و از پیغمبر روایت است که سب اصحاب را نه من فرموده، همچنون که از خود علی نقل است که چون شنید عده ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنند به منبر رفت و رفع شبهه کرد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. خب اینا حالا داستانه رافضی بود. حالا می رویم سراغ داستان حج. بله حج، تلبیس شیطان عبادت پیشگان را در حج. همین آقایون حجاج هموطنان ما که رفتن اونجا
بیچاره ها، خدا میدونه چه تعداد از اینا کشته شدن زیر دست و پا. یکی نیست به اینا بگوید خدا پدر شما را رحمت کند. آقایون، عرض کنم که سیانت کنندگان حرمین شریفین، آقا یه دیوار سیمانیست اونجا سنکلوخ و سنگ میزنی؟ زمانی که محمد بوده و قبل از او بوده، تعداد عربایی که به حج میرفتن شاید 2000 نفر، 3000 نفر، نهایت 5000 نفر بودن. حالا که به میلیون رسیده، خب چند تا دیوار سیمانی دیگه درست کنید که جا باشه برای سنگ و کلوخ پرتاب کردن. شنیدم پیش از این مراسم با اتوبوس اینا رو میبرن تو بیابونا که سنگ جمع کنید. اینا هم هر کسی زن و مرد پیاده میشن، دامنا پر سنگ میکنن برای فردا، قرار بریم شیطان رو رجم کنیم. بگم که این روس ها دستشون باز شد که یه قدرت نمایی هم بکنن. آقا ما بالاخره مدت هاست چیزی نشون ندادیم و این ها آمدن از دریای مازندران چند موشک فرستادن، اصطلاحا اینا میگوین کروز میسایل، سرعتشون هم کمه، بعد هدف رو پیدا میکنن. اولین بار امریکایی اینا رو ساختن، پیشرفته ترینش هم همین ساخت آمریکاست. باری بعد روز بعد که دوباره فرمان صادر کرد پوتین که به موشک‌های کروز بزنید فلان هدف‌ها رو، 4 تا از این موشک‌ها از 12 تا 4 تاش در ایران خورد زمین. معلوم نیست که چه تعداد ایرانیان رو به قتل رساند. و این آمریکایی‌ها و هم روس‌ها از ترس هم به محض اینکه یک چیزی از زمین بلند شه که از پشتش در واقع حرارت عرض کنم که بیاد بیرون، اینا میگیرن ببینن این کجا میره، مقصودش چیست. اگر که فرض کنید یه حمله اتمی بخواد بشه یا جنگ جهانی چنین چیز، اینا باید بدانن. این است که اینا رو پیگیری کردن، دیدن در حدود کردستان این 4 موشک روسی به زمین خورده. و شنیدم که پاسدارا اونجا مسدود کردن و نذاشتن کسی دیدن کنه. یکی از رؤسام گفت آقا این حرفا چی میزنید، موشک اینجا نبوده و فلان. باری این هم موشک های کروز آقای پیوتین. بگذاریم، اجازه بدیم برگردیم سر داستان حج. خب اینطور شروع کرده: یک بار حج واجب تکلیف را ساقط می کند. یعنی آقا اگر شما خیلی می خواهی همه دستورات دین را انجام بدی، یک دفعه بری مکه تمومه، دیگه تکلیف از شما ساقط میشه، دیگه ضرورتی نداره باز دوباره را بفری و بروی. ما آدم داریم در ایران که اونقدر رفتن مکه که بالاخره بیرونشون کردن دفتر، من جمله همشیره محترم بنده که خب اولین کس بوده تو این فامیل، که شما خانم جای کسا دیگر میگیری، چقدر حج میدی، بیا برو تو چیز سوریه، اون زمان که سوریه سوریه بود. بعد اینا رو سوار اتوبوس میکنن میبرن، میگن اینجا قبر اوجب انوغ هست 180 متر، نمیدونم چقدر طولش و سخون پاش بوده، نم چی بوده، از این مزخرفات و دروغ نشون میدن. نمیبرن جای قشنگ سوریه نشون میدن، یه گور زینب و گور خالد ابن ولید جنایتکار و اون گور موهوم نشون میدن و میگن خیلی خوب، حالا که شما دوست دارید خارج برید چنین و چنان. باری این میگوید که آقا یه بار میری حج کافی، تکلیف از شما ساقط شد، دیگه شما مکلف نیستی که دیگه بروی به مکه. گاه کسی که بدون رضایت والدین دوباره میرود خطاست. گاه به حج میرود در حالی که دیون و مظالم برگردن دارد، هم بدهکار هم ستم کرده، بازم را میفته میره حج. یا برای تفریح و گردش میرود، بعضی هم برای اون که بگویند فلان کس حاجی شده. این یکیش خیلی مهمه، حاج آقا. آقا یه مدتی به ما میگفتن حاج آقا، ما که حج نرفته بودیم، گفتیم بریم حج که وقتی میگن حاج آقا کیف کنیم، میگیم ما حاجی هستیم. حالا به درک که تو حاجی هستی، دروغ گفت، دزد کلاه بردار. رفتی دور این چارچوب عقب افتاده، عقب مونده، نمیدونم پسفکند جهالت جاهلیت میچرخی و میای اونجا فضل میفروشی و نمیدونم فخر و اینا، هم باید بیان دستشون ببوسن و نمیدونم چه بکنن و اینا. ابن جوزی میگه که اینا برای اینکه اسمشون دوغلو کنن میرن.
خب بعضی هم برای اون که بگویند فلان کس حاجی شده و اکثرا ضمن راه در فرایض و طهارتشون کاستی ها پدید می آید و با دلهای چرکین و پلید و باطنهای ناپاک دور کعبه گرد می آیند و ابلیس ظاهری از حج نشانشان می دهد و بدان فرمی فریبدشان، حالون که مراد از حج فقط اعمال بدنی نیست بلکه نزدیکی دل است به خداوند و اون جز با قیام به تقوا شدنی نیست. بسا کسا به مکه می رود تا دفعات حج خود را بیفزاید و مثلا بگویند من 20 بار وقوف داشتم. بسا کسان که مجاور مکه می مانند بی اون که به پاکیزگی باطن خود پرداخته باشند و همه همتشان مصروف آن است که فتوحی برسد از هر جا که باشد. فتو نظر و فتو یعنی دیگران مالی بدن تو بخوری، میشه فتو. بله. و گهگاهی بگویند 20 سال است که مجاور بیت الله هم. مؤلف گوید و من خود دیدم هجروانی که در راه هم دیگر را برای آب کتک می زدن و بر یک دیگر راه را می بستن و شیطان جمعی هجروان را بدین گونه فریفته که نمازشان فوت می شود و موقع معامله کم فروشی می کنن به این گمان که ثواب حج این همه را می پوشاند و جمعی را بدین گونه فریفته که در مناسک عمل به بدعت می کنن، مثلا در احرام یک دوش را برهنه می گذارن تا آفتاب در سر و صورت پوست آنان اثری گذارد و این را وسیله خودنمایی سازند. در روایت است که پیغمبر دید کسی ریسمانی به گردن دیگری انداخته و وی را طواف می دهد. حضرت اون ریسمان افسارمانان را برید. در روایتی دیگر آمده است کسی دیگری را در طواف هدایت می کرد به این صورت که رشته در بینی او افکنده می کشید. حضرت فرمود او را با دستت راهنمایی کن. مؤلف گوید این دو حدیث متضمن نهی از بدعت‌آوری در دین است ولو به قصد اطاعت باشد. شیطان بعضی را هم از راه توکل به شبهه انداخته. توکل یعنی که آقا ما توکلت علی الله، میزنیم به بیابون توکل به خدا میکنیم، نه غذا برمیداریم نه آب، میزنیم به بیابون. و میزدن به بیابون چی میشد؟ میمردن. خب تشنه یه گرسنگی میمردن. ولی حاجی که توکل میکنه باید مال دیگران بخوره. ابن جوزی یقشونو گرفته. میگوید شیطان بعضی را هم از راه توکل به شبهه انداخته. کسی به احمد حنبل گفت که میخواهم متوکلانه بیزاد و توشه قدم در راه مکه گذارم. احمد گفت خارج از قافله برو. گفت نه، همراه قافله خواهم رفت. احمد گفت پس تو بر خرجین همسفران توکل کرده ای. گفت تو توکلت به خرجین اوناست، اگر راست میگی تنها برو. میخوای مفتخوری که مثلا را، پس توکلت به خرجین و توبره اون باباست که مقدار نان خشک و نمیدونم قرمه و اینا درست میکردن. نمیدونم میدونی قرمه چیه؟ نه، گوشت و محکم میجوشوندن توی روغن، میذاشتن آفتاب خوش میشد، میشد قرمه. اینو میکردن تو کوزه همونجوری خوش میمون مثل بیف جرکی های آمریکا. بعد که حج و مج میخواستن برن اینا میگردن تو جیبشون میمکیدن و میجویدن و اینها. این از جمله چیزهایی بود که بود. یکم نان خشک بود برمیذاشتن و پنیر و اینجور چیزها میرفتن. خلاصه خب پس گفت تو به خرجین همسفران توکل کردی. بعد تلبیس ابلیس بر قاضیان. قاضیانی کسانی که در راه خدا جمع میکنن، یه تیکم بخونیم بد نیست. میگوید شیطان عده زیادی را فریفته که به نام جهاد بیرون میروند، حالون که نیتشان ریا و خودستایی است که گفته شود فلان کس قاضی یعنی جنگجو در راه خدا، یا دلاور است یا قصدش غنیمت می باشد. مردی از پیغمبر می پرسید که کسانی برای شجاعت نمایی می جنگند و گروهی به همیت ایل و طایفه و قبضی و قبیله و بعضی به ریا برای نظر مردم، کدام از اینها راه خدا محسوب است؟ فرمود اون کس که می رزمد تا کلمت الله برترین باشد. این جهاد در راه خدا.
جهاد در راه حضور شمشید بجنگید جنگ دین جنگی این معاویه این باهوشترین آدم عرب بوده و بهترین یعنی سیاست مداری در حد معاویه ما نداریم در تاریخ عرب. اینو گفتم یه بار دیگه هم گفتم، یه کسی آمد گفت معاویه تو خلیفه اسلام هستی، گفت چی شده؟ گفت یه عده مسیحی شدن، شبا میرن صحبتن مسیحیت میکنن، یه عده مجوس شدن یعنی زرتشتی شدن اینا چی؟ گفت خفه شو که خداوند صدات رو قطع کنه، تلون و تنوع لازمه جامعه است، جامعه رو که نمیشه باید یک دست کرد، مثل نمیدونم کلقندهای کارخونه شازند عراق بود، کلقند هم مثل هم این عقل رو داشت. گفت از این چیزا به من نگو، من هیچ اقدامی در این باب نمی کنم، من نمیتونم برم به منزل مردم ببینم چی فکر میکنن، شمشیر بکشم برم، کاری که مولا علی میکرد و حضرت میکرد و از این چیزا. اینا شاهزاده بودن بابا، آدم درست حسابی بودن این معاویه. به خاطر همینم در روزگار این آقا یک سیلی مسلمان به یک نفر سیلی نزد، به محض که مولا علی شد خلیفه حداقل 100,000 نفر مسلمان برادر کشتی و سرمونی شد. بدبختی یقه مسلمانان گرفت که در تاریخ اسلام بدترین دوران دوران علی بوده. برادر کشی و در واقع از میان رفتن همه پیوندی که بین عرب بود در روزگار سیاست های مولا علی بوده کرم الله وجهه. البته خب و نیز از قول ابن مسعود آوردن که گو بر شما باد که عنوان شهید به هر کس ندهید، بسا برای غنیمت کشته شده و بسا برای اسم در کردن و بعضی برای اون که دیده شوند و مقام مورد توجه مردم بیابند. و از پیغمبر روایت هست که روز قیامت سه کس را پیش از همه داوری میکنند، نخست کسی را که کشته شده و شهادت یافته و خداوند نعمتهایش را به دو برمیشمارد و میپرسد در دنیا چه کردی؟ گوید در راه تو جنگیدم تا کشته شدم. چه خدایی، عجب خداییه واقعا. خطاب آید که دروغ میگویی، تو جنگیدی تا بگویند دلیر است. و گفتند و فرمان رسد که بر صورت به سوی آتش بکشندش. از صورت سپس عالم قاری را پیش آوردن و خداوند نعمتهایش را به دو برمی شمارد و می پرسد در دنیا چه کردی؟ گوید علم فرا گرفتم و قرآن خواندم و به دیگران آموختم. خطاب آید که دروغ می گویی، تو علم آموختی تا بگوین عالم و قاری است. و گفتند و فرمان رسد که بر صورت به سوی آتش بکشندش. سپس ثروتمند دنیادار را پیش آوردند و خداوند نعمتهایش را به دو برمی شمارد و می پرسد در دنیا چه کردی؟ می گوید در هر راهی که مطابق رضای تو بود خرج کردم و انفاق ورزیدم. خطاب آید که دروغ می گویی، تون کارها را کردی که بگویند سخاوتمند و نیکوکار است. و گفتند و فرمان رسد که بر صورت به سوی آتش بکشندش. و در احوال عبدالله ابن مبارک آوردن که در جهاد شرکت می کرد و دلاورانه می جنگید بی اون که کسی بشناسدش تا در اخلاصش خدشه وارد نیاید. همچنین ابراهیم ادهم در جهاد شرکت می کرد اما از غنیمت چیزی نمی گرفت تا اجرش زیاده باشد. ابراهیم ادهم بعد آدم بزرگی شد، اگر همچنین جنایاتی می کرده به این نام شناخته نمی شه. ابراهیم ادهم و ابراهیم خواص اینا از بزرگان متصوفین بودن، انسان‌های بزرگی بودن. این صوفیان نخستین هر یک پیغمبری بود برای خودش، نه پیغمبری که دستور نمیدونم آدم کشی خشونت بده، نه، اینا مردمان دل بودن، اهل باطن بودن، اهل مراقبه بودن، اهل ریاضت بودن، اهل معرفت و جوانمردی بودن و اینا همه از این فرهنگ این ملت بزرگ برخواسته بودن.
از ابراهیم ادهم بگیرید، پیران هرات. اگه من بخوام یه لیستی از پیران هرات خدمتون بدم، یک لیست خیلی خیلی بلندی است. چه مایه این بزرگان و این در واقع مردان راه حق از خراسان برخواستن و اینها بر راه اسلام نمی رفتن. اینا همون فرهنگ قدیم ایران را بر محور جوانمردی و انسانیت و در واقع نگاه کردن به که ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را، در هیچ فرهنگی مثل این آدم ها پیدا نشد. نشد که نشد، اگرم پیدا شد به ظاهر بود و این عمر رو نداشتن که بزرگان ایران، آدم های مثل مولانا جلال الدین و عطار چه عظمتی داره، عطار و بایزید و ابوالحسن، اینا کسانی بودن که هزاران پیامبر باستی بشینن اونجا اخلاق انسانیت از اینها بیاموزن. بله، این حالا منسوب کرده به ابراهیم ادهم که خب جوان بوده. باری ابلیس مجاهد را در باب غنایم می‌فرماید، می‌فریبد و او را برمی‌انگیزد که چیزی که بدون نمی‌رسد بردارد، به ویژه که کم دانش باشد و چنین بینگارد که مال کافر را هر کس برگیرد رواست و نداند که خیانت در غنیمت چه بلایی است. حالا مال کافر دزدیدن اشکالی نداره، اما خیانت در غنیمت چه بلایی است؟ ابن جوزی هم پذیرفته بودی که مال مردم خوردن و گرفتن اموالشون بردن هیچ اشکالی نداره، اما اونجا یا امروز باید نگاه نکن یه چیزی تله بذاری جیبت، باید بیاری بذاری وسط. یک پنجمش مال رسول الله است، مال خداست، خدا شریک در دزدی. آقا بقیهش هم باستی بین همه تقسیم بشه مطابق اون قانونی که گذاشته شده. بسیم بهتر میخواین؟ میگوید که این فکر کرده هرچی میتونه برداره. نه چه برای از ابو هریره روایت است که چون خیبر را فتح کردیم به سیم و زر دست نیافتیم. وای وای دلم چقدر سوخت براتون. اما اساسه و جامعه و خوراکی غنیمت گرفتیم. چون به سوی وادی روان شدیم، غلام رسول الله ناگهان به تیری کشته شد. گفتم یا رسول الله شهادتش مبارک باد. فرمود قسم به آن که جان محمد در دست اوست، اون چادر بالاپوشی که از غنایم خیبر برداشته بر تن او شعله می کشد. حاضران این را که شنیدند صدا به ناله برداشتند و مردی دو تسمه کفش آورد و گفت من این را در جنگ خیبر برداشتم. دو تسمه یعنی بند کفش، بعد وقتی رو گرفت بند کفشش رو دزدیده. فرمود تسمه کفشی از آتش، یا دو تسمه کفش از آتش. گاه قاضی می داند که برداشتن غنیمت بیان که داخل حساب تقسیم شده حرام است، اما چیز زیادی است و نمی تواند اون صرف نظر کند و به سامی پندارد که ثواب جهادش اون گناه را می پوشاند، در حالی که چنین نیست و اینجاست که ارزش به اثر علم و ایمان پدید می آید. ماشاءالله به اون علم، احسن، بر اون ایمان. اینم آقای ابن جوزی. لازم است ما این کتابای قدیمه که اینا علمای بزرگ اینا رو نوشتن و بیاریم خدمتتون بخوانیم تا عظمت فاجعه بر ما آشکار شود. وقت ما هم هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. ما در واقع 5 سخنرانی خواهیم داشت، 5 نشست، یکی در دالاس، یکی در آستین، یکی هم در هیوستان، یکی هم در اوکلاهاما. بله، اینها روزهاش رو خدمتتون اعلام میکنم و تاریخ ها و محل. با دوستان در حال صحبت هستیم که ببینیم کجا دوستان معلوم میکنن. بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد که تشریف بیاورید همدیگر رو ببینیم و با هم سخن بگوییم. از سپاس، با سپاس زیاد از سپهر گرامی و سپاس از شما نازنینان که توجه فرمودید. تا برنامه آینده، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.